دستور ساخت نخستین مسجد در آتن به تصویب دادگاه قانون اساسی یونان رسید. تأسیس این مسجد که در سال 1980 میلادی شروع شده بود با ممانعت گروه های تندروی میهنپرستان و برخی از اعضای متعصب کلیسای آرتودکس یونان متوقف شده بود. نیکوس فیلیس وزیر آموزش و پرورش و مسئول امور دینی یونان در این باره گفته دولت یونان به زودی ساخت مسجد و آرامگاه برای مسلمانان را شروع خواهد کرد. مقامات یونان قبلا نیز وعده افتتاح مجدد یک مسجد تاریخی را داده بودند که بنای آن به زمان عثمانی برمیگردد اما این مسجد از سال 2015 به عنوان موزه مورد استفاده قرار گرفته است. آتن تنها پایتخت اروپایی است که ساختمان و یا مؤسسات ویژه‌ای برای مسلمانان ندارد و مسلمانان به دلیل نبود مسجد نماز خود را در داخل پارکینگ یا حیات ساختمان ها اقامه می کنند. لازم به ذکر است بیش از 300 هزار مسلمان در یونان زندگی می کنند.